صحبت بسیار جالب و آموزنده و به اصطلاح خیلی گسترده شما، خیلی از جوانب مختلف این قضیه رو باز کردین و واقعا میتونه مفید باشه در ادامه این بحثا. و همطور که خودتون گفتین، یه نکته مهم اینه که ما در ضمن بررسی این بحثا به اصطلاح رگه های این بحثا رو در نوشته های بعدی مارکس هم دنبال کنیم و نشون بدیم چه این پیوستگی افکار مارکس رو برخلاف خیلی ها که میخوان این دوره اولیه رو از دوره بعدی مارکس جدا کنن، اتفاقا شما با همین بحث امروزتون نشون دادین چجوری همه اینا رو باید به هم مرتبط کرد. این نکته خیلی مهم و جالبی برای خیلی متشکرم و امیدوارم خیلی بیشتر از شما در جلسات بعدی بتونیم بهره ببریم. در ضمن از رو همه رفقای اتاقم سلام عرض کنم، بسیاری از شما رو با تک تک سلام کنم، منو میبخشید که نتونستم بکنم، منم زیاد وارد نیستم به زوم و ادمینی زوم و از این کارا، تا یه ذره جا بیفتم شاید تو این کارا هم بهتر بشه. برها خیلی خوشحالم که تشریف آوردید، معذرت میخوام که به سایزر صحبت رفی و کامبیز شاید درازتر از اون حدی شد که شما فکر میکردید، ولی ما بسه سیاستمون تو این اتاق از اول قرار گشتیم این باشه که سخنران رو قطع نکنیم. یه سخنرانی که میاد به راجع به موضوعی صحبت میکنه فرصت داشته باشه واقعا موضوع رو تموم کنه و ما بعد از اون وارد بحث بشیم. فوقش میتونیم جلسه بعدی بذاریم ادامه بدیم یه بحثی، دانشی کسی جلوی ما رو نگرفته که بحث رو کامل نپوشونیم. در ضمن من توی از این فرصت رفقا استفاده کنن، دستاشون رو بالا کنن و رفقای ادمین هم به سلام میک و صدای رفقا رو باز کنن که بتونن در سوال و جواب شرکت کنن. ولی من یه نکته فقط یادم رفت در معرفی رفیق کامبیز بگم، اونم تخصصای ایشونه که شما اتفاقا در ضمن این بحث حتما خودتون ملتفت شدید. رفیق کامبیزمون اضافه بر مارکسیزم، در واقع مارکسیزمش مارکسیزم غنی سازی شده است، مارکسیزمیست که با تخصصهای رفیقمون در هم آمیخته. ایشون هم در تاریخ فرهنگی ایران تخصص دارن، یعنی هم ایران شناس خوبی هستن، هم در جامعه شناسی تخصص دارن و هم در روانکاوی و روانشناسی و همینجوری که توی این صحبتم دیدیم هر سه رگه رو به یه شکلی در صحبتاشون تونسته بودن پیوند بزنن که خیلی بحث رو جالب ترم کرد. به هر حال ممنونم از باز مجددا از رفیق کامبیز. رفقایی که مایلن سوال کنن دست بالا کنن، یه چند دقیقه تنفس بدیم رفقای کار دیگه ای دارن بکنن، بعد از یه چند دقیقه شروع کنیم. در نتیجه رفقا من پیشنهاد میکنم رکوردینگ این بخش رو دیگه قطع کنن که بعد بریم وارد بخش سوال و جواب بشیم. به هر حال فعلا دست رفیقمون از اتحاد فعالان کمونیست بالاست. رفقای دیگه هم که مایلن دست بالا کنن حتما اقدام کنن. کسایی هم که میخوان در تکست سوال کنن سوالاشون رو در تکست مطرح کنن و ما قرائت میکنیم. همین چه گفتم یه دو سه دقیقه تنفسی بدیم رفقا کارهای دیگه شون رو بکنن. نمیدونم اگه کسی موسیقی داره برای دو سه دقیقه بذاره خودش میتونه کمک کنه، اگه نه که همینجوری صبر میکنیم یه مدتی. رفیقمون اتحاد چی شد؟ دستتون رو پایین کردن که، امیدوارم تصادفی افتاده باشه. ببخشید من میخواستم بگم یه سوالم تو تکست هست، نمیدونم دیدین یا نه. از جی دوباره بذارین اگه میشه کپی کنین چون من بخوام بگردم دنبال اینا. همین جدید هست؟ نه نه، فقط یه چیزی که هست اینه که یه منبعی گذاشته در آخر که من هر کرات کپی میکنم نمیشه اون، بنابراین از
جه خواهش میکنم اگه خودش میتونه یه بار دیگه کپی کنه اینجا، خیلی ممنون میشم. یه نکته، یه مثلا تکستی من اینجا میبینم از رفیقمون جی ای، آیا شما به اون اشاره میکنید؟ بله بله اونو خوب باشی، اونو من الان میبینم، اونو بعد برای رفیقمون کامبیز میخونم. خب اگه مایل باشید میتونیم شروع کنیم دیگه. رفقای ادمین اگه میخوان رکوردینگ جدید رو را بندازن را بندازن. من دعوت میکنم رفیقمون اتحاد فعالان کمونیست به اصطلاح میکروفون رو بگیر و صحبت کنه، ولی میبینم میکروفون ایشون بسته است. بله باز شد. رفیق میتونید شما سوالتون رو یا بحثتون رو مطرح کنید. ما تمایزی بین پرسش و پاسخ و بحث نمیذاریم، هر کدومش رو رفقا خواستن شروع کنید. خواهش میکنم. سلام رفیق عزیز، امید صدای مرا داشته باشین. صدا هست؟ بله صداتون خوب هست، آها، مرسی. ما از افغانستان صحبت میکنم، امید از فارسی ما هم مفهوم باشه. رفیق کامبیز عزیز سلام. خب اتفاقا ما بحث های رفیق کامبیز شنیدیم در مورد خود امی تکسی که ابتدا گذاشته شده بود، آزادی از دیدگاه مارکس و مباحث دیگه شان. خوشبختانه ما شنیدیم، یک مقدار آشنایی دارم با بحثشان، ورنه اگر کسی مست تکسی که در مسنجر آمده تازه بحث رفیق بشنوان، ممکن است سر مقدمه و اینا مسائلی داشته باشن، ولی خوشبختانه ما یک مقدار آشنایی دارم به میشکل با بحث های رفیق سالس عزیز و همه رفیق ها. جایی که رفیق کامبیز عزیز برای من چی بود پرسش گونه پیدا شد این است که انقلاب سوسیالیستی گذاشته بودین، حال از اون دو سال گذشته. بعد از بعد از دو ماه رفیق عزیز گیریم نظام سوسیالیستی حاکم شد، فردا امی اسلامیست ها، فاشیست ها، ناسیونالیست ها هم جمعی شدن یک کار عملا انجام میدادن و ما با آزادی بی قید و شرط برای هر عمل بی قید و شرط قائل هستیم. پس اونا نظام و سیستم انسانی را که ما لااقل انقلاب کردیم و تلاش کردیم و خلاصت تعمیم اجتماعی بخشیدیم، ای را برهم میزد. شما اینجا چگونه ای بی قید و شرطی را مفهوم میکنین؟ و دیگه وقتی شما میگن آزاد هستین، مشروط به ای که آزادی انسانی بغلی دستیتان را سلب نکنین، چگونه میتونین مفهوم ای را معنا کنین؟ در اینی قسمت بله، ما بازم تاکید میکنم که در قسمت آزادی بیان و عقیده ما هم باورمند به ای هستم که بله بی قید و شرط باشه، ولی در هر عمل اجتماعی به نظر لااقل من نتانستم بفهم ما یک آزاد است. رفقای عزیز رفیق کامبیز بفرمایید. بله منم سلام عرض میکنم خدمتتون. فارسی شما از فارسی ما خیلی فارسی تره، خیلی عالیه. ببینید وقتی ما از آزادی صحبت میکنیم یعنی منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که هیچ عامل بیرونی انسانو وادار نکنه که طوری رفتار کنه، طوری فکر بکنه و طوری به مکنونات قلبی خودش ویس بده، صدا بده که در واقع خودش نباشه. حالا اگر من بگم که وقتی که تو میگی به من که آقا آزادی بی قید و شرط رو میخوام، پس بنابراین تو میتونی بیای دستای من از پشت ببندی، دهنم هم چسب بزنی. خب این نمیشه، این نافیه اون تعریفیه که ما از آزادی کردیم. تعریف ما از آزادی این بود که هیچ انسانی وادار نشه به خودش دروغ بگه، به دیگری دروغ بگه
با مغز خودش فکر نکنه، این چیزا از میون برداشته بشه. اینو میگیم آزادی بی قید و شرط. یعنی همه آحاد نوع انسان، نوع انسان، همه انسان بتونن کاملا انسانیت خودشون رو تحقق بدن، انسانیت خودشون رو تحقق بدن ها، نه تمایل خودشون رو به سرکوب انسانیت، چون این نقض غرض میشه. بنابراین وقتی ما از آزادی بی قید و شرط صحبت میکنیم، یعنی شرایطی فراهم بشه که همه انسان ها بدون استثناء بتونن آفریدگار و خالق و بست دهنده انسانیت باشن. من اگه میخوام آفریدگار زندگی خودم باشم، یعنی اینی که بتونم هر امکانی در وجود من نهفته هست رو به واقعیت تبدیل بکنم. خب ولی اگر این امکان، امکان شما رو به تحقق انسانیت از بین ببره، که خب وقت این نقض غرضه، این میشه یه نوعی از تعریف از آزادی که ضد آزادی، یعنی با تعریفی که ما دادیم نمیخوره. به این دلیل من فکر میکنم آزادی بقیه بشه. در مورد اون بدقولی من هم خب درست میگه، من مدتیه که قول دادم که تا یکی دو ماه دیگه انقلاب سوسیالیستی اقلا تو خاورمیانه و آسیا مرکزی جا بیفته و میفتم، نگران نباشه، یه خورده بعد قول بودم. سپاس از رفیق افغانی و از رفیق کامبیز. یه سوالی در تکست آمده، من میخونم، امیدوارم درست بخونم. رفیق کامبیز نوشتن، رفیقمون به اسم جی ای، من میفهمم که کمی زود است تا روی صحبت‌های کامبیز قضاوت کنم، اما چون جمع رفیقان است بگذارید برداشت ناپخته و شاید زود هنگام خودم را تا همین جای صحبت کامبیز بگویم. اولا رابطه آزادی مارکس را در کانتکس کاپیتالیسم با تعریف آزادی از نظر دین زرتشت در کانتکس پیشاتاریخ نمیفهمم. ثانیا نمیفهمم چرا کامبیز حساب دین زرتشت را از سایر ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی جدا میکند. محض یادآوری صرفا اشاره میکنم که در آیین زرتشت موارد زیر با مجازات مرگ همراه است. از دین زرتشت برگشتن، تبلیغ دینی غیر از زرتشت، کشتن خرگوش، حمل مرده در باران، دفن جنازه انسان در خاک، انداختن مرده در آب، انداختن مرده در آتش، آب خوردن زنی که بچه مرده دنیا آورده در مدت 3 شبانه روز و 1 ساعت. اینو شما هم درست، شاید جمله رو درست نخوندم. آب خوردن زنی که بچه مرده به دنیا آورده در مدت 3 شبانه روز و 1 ساعت. دیدن جنازه در آب و بیرون نیاوردن، اجازه دادن بازگشت آب که در جنازه از آب راکت بیرون کشیده شده، خوردن تکه‌ای از جنازه انسان به عنوان دارو و درمان یا جادوگری و غیره. منبع هاشم رضی وندیداد، ترجمه از متن اوستایی نشر فکر روس. این متن سوال این رفیقمون بود کامیز عزیز. اگر مایلید به این جواب بدید، اگر نه که میخواید یه سوال بعدی رو هم بخونم بعد با هم جواب بدید، ولی فکر کنم تک تک جواب بدید راحت تر. بله فکر کنم بهتره، چون خودم هم یادم میره. خیلی ممنون رفیق از اینی که اینو پرسیدید. ببینید، اولا وندیداد یه کتابیه که جداست از کتابای به اصطلاح تئوریک اساسی تفکر زرتشتی. مطمئنم یه نکته ای که از نظر تئوریک مهمه میخوام بگم اینه که ادیان ابراهیمی به خصوص اسلام، ولی بقیه ادیان ابراهیمی هم همینجوره، حالا ولی من هم آشناترم هم الان برای اینکه بحث طولانی نشه میخوام فقط رو اسلام متمرکز بکنم خودمو.
اساسشون بر سرکوب و قتل و غارت و تجاوز. یعنی شما اگه قرآن رو بخونی، توی قرآن به صراحت میگه که اسرای سیاسی یعنی اسرای جنگی رو مرداشون رو میکشین، زناشون رو بهش تجاوز میکنین. نداره، یه جوری نمیگه شما بکنی که خب ها یه جایش هم اینجوری گفته، نه 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 اینو گفته به صراحت. و پیغمبرش و اماماش و خلفای راشدین همشون این کار کثیف رو کردن. یعنی اینطوری نیست که شما بگی خب بابا این یه تفسیری بوده، یه جایی یه چیزی گفته. خود پیغمبره به اسرای جنگی تجاوز میکرده، اونم شب روزی که صبحش تمام اسرا رو کشته بوده. علیش همینطور بوده، حسین و حسن و فلانش اینجوری بودن. خلفای راشدین که اصلا یه مش آدم خور عجیب و غریب، یعنی نه اینکه اونا نبودن، محمد و امامای دیگه هم همه بدتر از اون بودن، ولی خب میخوام بگم که هم از نظر تئوریک هم از نظر تاریخی و هم امروز ما تمام تجلیات این طرز تفکر اختناقی و تجاوزگران و سرکوبگر و ضد زن رو توش میبینیم. این نیست که ما داریم به اونا یه اتهامی میزنیم یا یا آبسکور و عجیب و غریبی یه نقطهی کشیدیم بیرون میخوایم اینا رو خراب کنیم. کاملا روشن در تفکر زرتشتی مثل بعضی نهله های فکری دیگه که خب جنبه های خیلی رهایی بخش دارن، جنبه های منفی هم دارن. یعنی شما تو اگزیستانسیالیسم به وقتی نگاه میکنین، ما هایدگر رو داریم که خودش هم تو حرفای خودش حرفای بدی نیست، ولی مثلا سارتر هم داریم که یه آدم مبارزیه، نمیدونم خیلی ها رو داریم که دیگه حالا من نمیخوام برم توش، ولی خب هایدگر عضو حزب نازی هم هست، یه آدم خیلی بیخودی هم بوده از نظر شخصیش، هیچ ارزشی نداشته در مورد، همه جور کار کرده، منتها خب یه حرفای خوبی هم زده. یعنی فرق میکنه مثلا تفکر اگزیستانسیالیستی با تفکر نازیستی مثلا. در نتیجه توی تفکر زرتشتی هم من میگم یه پتانسیلی هست. یعنی شما حالا روزی که ما یه مقداری راجع به جنبش‌های انقلابی مثل بابک و مزدک و زرتشت اینا صحبت بکنیم بیشتر دقیق‌تر توضیح میدم، به خصوص یه کتاب خوب تئوریک از نظر از زاویه زرتشتی هست که تو قرن نهم جلوی مأمون یارو دفاع کرده از تفکر زرتشتی، اسمش هست شکند گمانیک بیچار، یارو هم موبدم نیست، یه زرتشتی معمولیه. اونجا برای ما توضیح میده که چه فرقی هست بین خدای ما و خدای شما. زرتشتی میگه خدای ما و خدای شما فرقش اینه که اون چیزی که شما بهش میگین شیطان، ببخشید، اون چیزی که ما بهش میگیم اهریمن در واقع خدای شماست، برای اینکه مکار، دروغگو، زورگو، ایمان بدون عقل میخواد، آزادی رو نفی میکنه. مال ما میگیم که بابا اینا خصوصیت اهریمنه، اهریمنه که آدم ها رو گول میزنه، اهریمنه که میگه به یه چیزی اعتقاد داشته باش بدون اینی که به آزادی رو میخواد بگیره. بنابراین یه نطفه ای از آزادی خواهی درش هست، یه نطفه ای از زندگی پرستی هست، یه نطفه ای از اینی که آدم باید خودش برای زندگی خودش تصمیم بگیره. و بعد تو میتولوژی آفرینش که بریم مال تفکر زرتشتی، شما میبینید آفرینش یعنی هستی، یعنی وجودی که به صورت موجودات خودشو متبلور میکنه، یعنی تجلی وجود میشه انواع موجودات. اینی که ترجمه کردن اهورامزدا رو به سرور هستی غلطه، ترجمه غلطیه. اهو ما الان هم داریم، ما میگیم ها که هستی از اونجا میاد، اینا گفتن یعنی سرور، معنی سرور نمیده، معنی هستی میده. مزدام یعنی وزدم، یعنی وزدم چی میش میگن؟ دانش، خرد، درایت هستی. هستی به صورتهای مختلفی خودشو متجلی میکنه و انسان مخلوق این هستیه
برای اینی که با خشونت، با سرکوبگری، با تخریب، با مرد مبارزه بکنه. برای همین هم کارهایی که زشت شمرده میشه تو تفکر زرتشتی، آلوده کردن محیط زیست و سرکوب آدم ها و اختناق و بیخردی و ایناست. حالا ببخشید من یه خود شلوغش کردم، نمیخوام اونجوری مثلا همه چی رو توجیه کنم. حرف شما هم کاملا درسته و توی تفکر زرتشتی گرایش های خیلی بدی هم وجود داره، ولی گرایش های خوب هم وجود داره. همینطور که تو جنبش خودمون، تو جنبش کمونیستی هم و سوسیالیستی هم، خب ما یه کسایی هم داریم که مثل استالین و پولپوت و اینا بودن، ولی کن پتانسیل رهایی جنبش کمونیستی و سوسیالیستی خیلی زیادتره و از تو دل تفکر کمونیستی بیشتر چیزایی که ما میتونیم در بیاریم توانایی و ظرفیت های رهایی انسان و خوشبختی. بفرمایید. سپاس رفیق کامبیز. یه نوشته هم اینجا هست، من مطمئن نیستم سوال کرده رفیقمون رحیم یا توضیح در متن داده. به حال من میخونم، شما اگه خواستید در این رابطه نظری بدید شما هم بفرمایید. آزادی در دیدگاه. در ضمن بگم رفیقمون رحیم، سلام خدمتشون عرض کنم، ایشون هم مثل شما رفیق کامبیز از رفیقای قدیمی کمونیست قبل از انقلاب، یکی از اولین کارگرای کمونیست ما هستن. ایشون آزادی در دیدگاه مارکس از دو نوع آزادی، مارکس از دو نوع آزادی حرف میزند، آزادی فردی و آزادی اجتماعی. آزادی فردی به معنای این است که هر فرد باید از تبعیض و ستم خصوصی و دولتی جلوگیری شود. او باور داشت که تا زمانی که اقتصاد به گونه تنظیم نشود که تمام افراد به طور مساوی به ثروت و مزایای اجتماعی دسترسی داشته باشند، آزادی فردی نیز وجود نخواهد داشت. او بر این باور بود که تجارت و مالکیت خصوصی میتواند منجر به انحصار و تبعیض شود. بله، این به نظرم سوال نیست توش، ولی خب میشه این رو یه ذره بستش داد، چون اتفاق خود من هم میخواستم اشاره کنم، شما هم تو صحبتتون گفتید مارکس هم صحبت از رهایی سیاسی میکنه، هم صحبت از رهایی اجتماعی میکنه. رهایی اجتماعی را هم گاهی اشاره میکنه به اسم رهایی انسانی. رهایی اجتماعی رو منظورش رهایی انسانی. فکر کنم این سوال یا نکته ای که رفیقمون رحیم هم گفته مرتبط به این. اگه میشه یه مقدار تفاوت این دوتا رو بیشتر باز کنیم، به خصوص در رابطه با تجربیات بعدی کمون پاریس که مارکس وارد مسئله دموکراسی مستقیم هم میشه، بحث دموکراسی مستقیم رو باز میکنه. اگه میشه این رو یه ذره لطف کنین و بشکافین. حتما، خیلی ممنون از این سوال و خیلی ممنون از رفیقمون رحیم. کاملا درسته، من باشون خیلی موافقم. تا وقتی که ما اسیر یه مناسباتی هستیم که مجبور میشیم برای بقای خودمون، برای یه لقمه نون هستی انسانی خودمون رو کمپرومایز کنیم، هستی انسانی خودمون رو به فروش بگذاریم، خب مسلمه که آزادی یه چیز پوچ و توخالیه. یعنی اگر من کاملا هم از نظر حقوقی آزادیم به معنای اینی که تصمیماتم رو باید خودم بگیرم برای من تضمین شده باشه، ولی هر روز صبح خودم تصمیم بگیرم برای اینی که از گرسنگی نمیرم یا عزیزانم از گرسنگی نمیرن یا یه سرپناهی داشته باشم، هر روز صبح برم و توانایی زندگی کردن و فکر کردن و عمل کردنم و به کس دیگه واگذار بکنم و بفروشم، خب این که دیگه آزادی نمیشه. این درسته که خب آله درسته، من برده نیستم، شب که کارم تموم شد میتونم برم خونه خودم بخوابم، ولی تو اون 8 ساعت که در واقع 8 ساعتیه که من میتونم انسان باشم، چون دارم کار میکنم، دارم خلق میکنم جهان، توی اون 8 ساعت اگر من بازیچه دست یه آدم دیگه هستم و هیچ امکانی برای فانکشنا، عمل کرده
خیشکاری انسانی خودم ندارم، خب من چجوری میتونم از آزادی حرف بزنم؟ من یادم یه موقعی توی نونوایی تو سوئیس تازه کار میکردم که آدم خیال میکنه چقدر آزاده، که هست از نظر لیبرالی، کشور آزادی از نظر لیبرالی با. ولی ما تو نونوایی یارو نمیذاش ما بریم دستشویی. یعنی فکر نمیکرد که خب بابا مردم من، بذار یه 2 دقیقه برم دستشویی بیام. هم شخصه نمیذاش، اون بابایی که سرکارگرمون بود، هم از اون بدتر ماشین نمیذاش. یعنی اگه من میخواستم یه لحظه روم اونور بکنم، 3 تا نون افتاده و زمین. من قشنگ ماشینه کنترلم میکرد که چقدر دستمو تکون بدم، کجا نگاه بکنم، چه جوری عمل بکنم. خوابم هم میومد، چون شب باید تونون وای کار میکردیم تا صبح دیگه. خوابش آدم میومد یه لحظه ممکن بود که یه خورده درنگ بکنه، 4-5 تا نون افتاده بود زمین، یارو هم فریادش بلند که حواست کجاست، چرا درست کار نمیکنی. منظورم اینه که آزادی های حقوقی و سیاسی اگرچه انسان رو از قید و بند های ما قبل سرمایه داری آزاد میکن، امتیاز رو از بین میبرن، ولیکن یه نوعی از برابری به وجود میارن که این برابری خودش نافی آزادیه. یعنی من مثل همه کارگرای دیگه میتونم همون موقع بگم آقا من دیگه نمیخوام اینجا کار بکنم، این حق برای من به رسمیت شناخته شده، ولی در مقابلش باید از گرسنگی بمیرم، اما از دست میدم یا پول ندارم لباس بخرم. بنابراین این دوتا با هم میان و این محدودیت تفکر لیبرالیه به نظرم، محدودیت آزادی های لیبرالیه. و آزادی سیاسی و حقوقی بدون در نظر گرفتن این بُعد اجتماعی و انسانی عملا منجر به این میشه که انسان همونجور اسیر بمونه، شکل اسارتش و شکل انقیادش تغییر کرد. در مورد کومون که گفتی، فکر کنم اگه اجازه بدی یه دفعه دیگه که خوب مفصل بتونیم، چون میترسم الان یه خورده دقیق نتونم بحث رو پیش ببرم، یه دفعه خوب صحبت کنیم، چون خیلی مهمه به نظر من مسئله دموکراسی مستقیم و اینی که سیستم نمایندگی هم دوباره یه نحوه ای از نفی آزادیه و ما چرا باش مخالفیم. نه چون با آزادی مخالفیم، چون همیشه ماها رو متهم میکنن به اینی که شما با سیستم نمایندگی که مخالفین و پارلمنت دارید مخالف آزادی هستیم. ما اتفاقا چون موافق آزادی هستیم به واگذار کردن آزادی به نماینده ها اعتقاد نداریم، معتقدیم هر آدمی خودش باید بتونه آزادی خودش رو تحقق بده، نه اینکه یکی به نام اون این کارو بکنه. ممنونم. یه جنبه دیگه هم از این سوال هست، اونم اینه که خب این آزادی سیاسی، رهایی سیاسی و رهایی اجتماعی و رهایی انسانی، خب از نظر تاریخی شاید 2 دوره متفاوت بودن، ولی در خود زمان مارکس دیگه نمیشه این دوتا دوره تاریخی رو از هم جدا کرد. در واقع اینا با هم ترکیب شدن در جوامع اروپایی زمان مارکس، به خصوص آلمانی که مارکس درش زندگی میکرد. خواستم ببینم این ایده که ما باید این رهایی ها رو مرحله به مرحله حل کنیم و بریم جلو، از کجا اومده و چه جوری اومده و چه جوری میشه نقدش کرد؟ چون از همون دوره هم در همین بحث های خود مارکس با هگل یا جوان ما میبینیم این تمایز رو، که بعضی فکر کنن نه اون حالا خیلی مونده، این یکی به اصطلاح تحققش خیلی به اصطلاح ممکنتر و مهمتره، به این بچسبید. اگه میشه یه مقدارم راجع به این جنبه صحبت کنید که تا چه اندازه این جدا کردن این دو نوع رهایی از هم در جنبش به اصطلاح آزادی خواهی اروپایی به اصطلاح رایج شده و نظر شما راجع به این اشکالات چیه؟ خیلی ممنون. این خیلی نکته مهمیه، شاید یکی از مهمترین نکته هاست، این دو مرحله کردن، اینی که ما فعلا پشتیبانی کنیم از بورژوازی یا از هر کسی که مثلا از آزادی های لیبرال، آزادی سلبی داره دفاع میکنه، اونا رو که خوب سر جاش
گذاشتیم و بهش رسیدیم، بعد مرحله بعد خواستای رادیکالتر و حتی کمونیستی رو مطرح میکنه. حالا این دو مرحله ای رو بعدا کردن سه مرحله ای، گفتن اول خواستای لیبرالی، بعد دموکراتیک، بعد سوسیالیستی. و دیگه رفت به قیامت که ما میخوایم خواستای سوسیالیستی رو مطرح کنیم. من تا این نکته که تو گفتی خیلی جالبه که خود زمان مارکس دیگه، مارکس رسیده به این که میگه بابا جون تو آلمان ما بدون این که تو جشن انقلابای بورژوایی شرکت کنیم، تو عزاداری و به خاک سپردن سعیم، کدوم خواسته دموکراتیکی رو دیگه بورژوازی، حتی بورژوازی اروپا داره ازش دفاع میکنه؟ تو همون اروپا از ترس جنبش کارگری رفته سرش کرده زیر لاف، دیگه اصلا از آزادی دموکراتیک و لیبرالی اینا اصلا دفاع نمیکنه اگه سرکوبشون نکنه. توی ایران که قربونش برم، ما هیچ وقت یه طبقه حاکمی نداشتیم که یه ذره جربوزه داشته باشه، کوچکترین خواستای دموکراتیک رو بخواد بررسی بکنه. اگر ما منتظر باشیم که اول اون خواستا رو اونا انجام بدن بعد برسیم به حرفای کمونیستی، یعنی این که نه اونا رو میخوایم انجام بدیم نه کمونیستی. کمونیستی که میشه یه مش شعار پرت و پلایی که اصلا هیچ وقت نمیخوایم برسیم. خواستای دموکراتیک هم اگه چشمون به دهن بورژوازی مونه، در تحت هیچ شرایطی بورژوازی ما نخواهد. شما نگاه کنین این پسر شاه چی اسمش؟ رضا پهلوی، که خیلی عالیه، من خیلی ازش ممنونم که هیچ آدم احمقی اینجور علنی نمیاد بگه که بله من همین پاسدارا و همینا رو میندازم به جونتون فردا، یا مثلا چه میدونم من بشم وکیل شما، یا شما نمیخواد حرفاتون رو بزنید، من اونجایی که جایز میدونم به نام شما حرفا رو میزنم و حرفای آزادی فلان. حالا این از همه احمق‌تره، ولی بقیه بورژواهای ما، کدوم بورژواهای ما هیچ وقت اومده از کوچکترین خواست دموکراتیک دفاع بکنه؟ من به نظرم کار ما اینه که اینا رو با هم ترکیب کنیم، نشون بدیم که خواستای دموکراتیک بدون خواستای کمونیستی و برعکس، خواستای کمونیستی بدون خواستای دموکراتیک قابل تحقق نیستن. حتی بعضی از خواستای لیبرالی، یعنی مسئله حقوق سلبی، آزادی های سلبی، اینی که بابا جون یه نفری حق نداره بیاد به من بگه که چادر سرت بکن یا نکن، این غذا رو بخور یا نخور، اینا لیبرالیه، حتی دموکراتیک هم نیست. ولی حتی اینها رو هم ما باید بکنیم، ما کمونیستا، بورژوای ما حتی جربوزه این که از این هم دفاع بکنن ندارن. اونا هم هی به بهانه اینی که مذهب امر خصوصی و فلان، اینا در واقع از زیر این قسم، از زیر این وظیفه هم تفره میرن. یعنی بورژوازی ما نمیتونه بیاد بگه که بابا جون امر خصوصی، اگه یک کسی میگه امر خصوصی من اسلامه که به دختر 9 سال تجاوز کنم، که امر خصوصی نیست. یعنی چی امر خصوصیه؟ این قضیه رو باید به طور کلی ممنوع کرد. هیچ کس حق نداره بره یه نفری که دینشو عوض میکنه بکشه. نه اینی که اگه امر خصوصی بود یارو اومد مهمونی خونه من میتونم بکشمش اگه مسلمان زاده بود حالا میخواد اسلامو بذاره کنه. نمیشه. این حرفا بی معنیه. یعنی ما باید تمام این خواستا رو با هم ترکیب کنیم و در یه مرحله انقلابی تمامش رو با کمک مردم، البته خوشبختانه الان مردم ما اتفاقا به این نتیجه رسیدن، یعنی مردم ما خواستایی که مطرح میکنن هم آزادی بی قید و شرطه، هم آزادی های سلبیه، هم خواست شرکت در حیات خودشون و شرکت در سرنوشت خودشون، یعنی دموکراتیک و لیبرالی و کمونیستی رو با هم ترکیب میکنن. اگه کارگرا مبارزه میکنن میگن ما شورا میخوایم، نمیگن به ما حقوقی بدین که بتونیم برای فلان اتحادیه مبارزه کنیم، میگن ما شورا میخوایم، دموکراسی مستقیم میخوایم. اگر زنا مبارزه میکنن برای دیگنیتی زن، برای کرامت انسانی مبارزه میکنن، چیزی که یونیورساله، جهان شموله. و اگه شرکت رو میخوان میگن بابا جون این همه فساد و چیزا برای اینه که آدم ها شرکت نمیکنن تو حیات خودشون، حیات اجتماعی، و ما میخوایم یه نوعی جامعه رو ارگانایز کنیم که همه آدم ها بتونن شرکت داشته باشن، یعنی خواستای دموکراتیکشون رو مطرح. اینه که من فکر میکنم خود مردم تا حدودی فهمیدن، وظیفه ما هم این هست که نشون بدیم که با تکیه به مارکس نشون بدیم که چطور دیگه زمان اونی که فکر کنیم
مرحله به مرحله هست و اول اینه دومونه گذشته، اینا باید با هم ترکیب بشه. سپاس رفیق خامیز. میبینم دست رفیق ادمینمون بالاست، بفرمایید اگه شما سوالی دارید. بله مرسی، خیلی ممنون، تشکر از رفیق خامیز، قصه نماشین. من سوالم کوتاه، فقط این چیزی که شما اشاره کردین توی دولت مدرن جدایی، فکر کنم حالا دقیقا نمیدونم دقیقا اینجوری، ولی جای دیگه هم دیدم جدایی دولت سیاسی و از جامعه مدنی، درست؟ اینو اگه لطفا اگه بتونی یه ذره با مثال اینو بازتر بکنیم من خیلی ممنون میشم. مرسی. بله بله حتما، خیلی ممنون از سوالت. ببینید توی جوامع ما قبل سرمایه داری، شما اگه نگاه کنیم تو فئودالیسم که نگاه بکنیم یا تو شیوه تولید آسیایی، شیوه بهره کشی، شیوه از آن خود کردن محصول اضافی به وسیله طبقات استثمارگر، یه شیوه بود که توش زور عیان و سیاسی و حقوقی و نظامی ترکیب شده بود با زور اقتصادی. یعنی توی دنیای ما قبل سرمایه‌داری شما می‌دیدی که یارو قلدر شمشیرزن، آدم کش، آدم خور اینا، میره به دهقانه میگه که وردا این قسمت از محصول بده به من، ندیم چشتو در میاد و در میاد. حالا این اگر نماینده شاه و سلطان مستبد شیوه تولیدی آسیایی بود، میرفت اونجا این کار رو انجام میداد به عنوان مأمور دولت، یه مقداری از اون چیزی رو که از این به زور از این دهقان گرفته بود خودش برمیداشت، یه مقدارش هم میداد به شاه یا سلطان و فلانه. ولی منظورم اینه که زور و اعمال قدرت از طرف طبقه حاکم همراه با استثمار اقتصادی بود، به هم بافته شده بود، عجین بود با هم. همینطور امتیازهای دیگه جامعه ما قبلی سر میده، توی اونجا امر خصوصی از امر عمومی جدا نبود و الان به برکت وجود این مسلمان ها که تو ایران اومدن، ما این قضیه مثل این میمونه که قرون وسطا دوباره از گور سر در آورده، یه لحظه خودش رو به ما نشون داده تو این 40 سال. شما میبینید که امر خصوصی یا امر عمومی از همدیگه جدا نیست، یعنی اون جوری که شما فکر میکنین غذا میخورین، لباس میپوشین، رفت آمد دارین با آدم دیگه، معاشقه میکنین، درس میخونین، هر کاری که میکنین که توی ظاهرن تو دنیای مدرن به دنیای خصوصی شما نسبت داده میشه، به همون اندازه میتونه جامعه رو آفندد بکنه، سیاست مدار رو اذیت کنه و شما میتونه از طرف دولت پانیش بشین، نه به خاطر اینی که یه حرف ضد دولتی زدین، بلکه برای اینکه گوشت خوب خورد، مشروب خورد، رقصیدین، دست معشوقتون رو گرفتین، خواستین تو خیابون راه برید، هر کار خصوصی که خواستین بکنید. یعنی دولت و جامعه مدنی، عرصه عمومی عرصه خصوصی با هم دوباره ادغام شدن، یه دست شدن، یه پارچه شدن. توی سرمایه داری اینطوری نیست. توی سرمایه داری میگه که شما این سری وظایفتون مربوط میشه به عرصه عمومی و این سری از وظایف و حتی شادخاری های شما ربطی به عرصه عمومی نداره و شما آزادی، شما میتونی هر جوری دلت میخواد جنسی رو تولید کنی و بفروشی که به نظرت برای شما سودآور، به شرطی که تجاوز به حقوق دیگران در انجام دادن همین کار نکنی. یعنی شما اون جنسی که تولید میکنی نمیشه طوری باشه که سودو به شما برسونه ولی ضرر بزنه به کسای دیگه‌ای که دارن همون جنس رو تولید میکنن و باید یه سری مقررات رو رعایت کنن که اون جنس همون جنس باشه. یعنی شما نمیتونی شیری تولید بکنی که توش
یه مواد سمی هست که اونای دیگه مجبورن اون مواد سمی رو از شیر بیرون بکشن. بنابراین غارتگری و منافع خودتو پاییدن و اینا اشکالی نداره، به شرطی که همون مقرراتی رو در موردش به کار ببری که همه غارتگرهای دیگه میخوان به کار. یا مثلا میگن که بابا عرصه میهن و عرصه جنگ و این چیزا عرصه عمومیه، یعنی عرصه ایه که همه آدما درش میتونن شرکت کنن و تصمیم بگیرن، ولی عرصه تولید و رقابت و انباشت سرمایه عرصه خصوصیه، کسی نمیتونه تصمیم بگیره در این مورد به جز خود شما. شما میگی آقا من توی این 50 تا سیکل قبلی انباشت سودی رو که بردم دوباره برگردوندم به گردش، ملحقش کردم به سرمایه ها برای اینی که بتونه تو گردش سرمایه شرکت کنه و انباشت بیشتری برای من به وجود بیاره. توی این سیکل این دفعه من نمیخوام این کار رو بکنم، میخوام سرمایه ما از تولید بکشم بیرون برای اینکه میترسم به دلیل گرایش نزولی نرخ سود به ضرر بزن. هیچکی نمیتونه به شما بگه که نه 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 حق نداری، باید حتما بری سرمایه گذاری. میگه من دیگه نمیخوام، مثلا تا حالا تو فولاد بودم میخوام برم توی تولید پشم کار بکنم، بازم کسی نمیتونه به شما بگه که حق نداری. عرصه خصوصی اینا و توی دوره ما قبل سرمایه داری اینطوری نبود، یعنی شما تصمیماتی که برای تصاحب تولید اضافی از طبقات محروم میگرفتی رو نمیتونستی کاملا منوط بکنی به اراده آزاد خودت. تو یه آدم مستقل نبودی از مجموعه اون جامعه فئودالی یا شیوه تولیاسی که درش زندگی میکردی. تو باید همون دهی رو که بهت گفته بودن تو اینجا اختا داری، تو اینجا میتونی از دهخانا بهره کشی کنی، باید همونجا میرفتی بهره کشی میکردی. نمیتونستی هم دهخانتو بزنی از اون دهه بندازیش بیرون. همون ده اون دهخانه هم به زمین وابسته بود، تو هم به زمین وابسته بود، مگه تحت یه شرایط معینی که قبلا نمیخوام واردش بشی. ولی میخوام بگم که توی اونجا عرصه خصوصی عرصه عمومی با هم بافته شده بودن، ولی توی سرمایه‌داری این دوتا از هم جدا میشن به صورت جدایی دولت از جامعه مدنی. مارکس اینجوری میبینتش، بعدا یه آدمای دیگه یه شکلای دیگه براش متصور میشن، ولی فرقی نمیکنه. به هر حال اساس بر اینه که عرصه خصوصی توی دنیای سرمایه داری مستقل از عرصه عمومیه و به وسیله قانون پروتکتد شده است، حمایت شده است. قانون ضامن اینه که عرصه خصوصی شما، زندگی شما مورد تعرض اجتماع و دولت و سیاست قرار نگیره، واقعا هم مستقل باشه از اون. همینطور عرصه عمومی نسبت به عرصه خصوصی، یعنی اگر یه رئیس جمهوری اومد مثل ترامپ خاص از دولت استفاده کنه برای اینکه انباشت سرمایهش رو زیادتر کنه، مال خودش ها، نه انباشت سرمایه در سطح اجتماعی، بلکه برای خودش، برای خانواده ترامپ، یه جوری یه قراردادی ببنده که یارو که میاد توی نیویورک بره تو هتل خودش مثلا پول بریزه به جیب خود، این جرم محسوب میشه، آزاد نیست این کارو بکنه. ولی اگر اون فقط یه هتلداری بود تو جامعه مدنی عمل میکرد خیلی هم جایز بود و هیچ اشکالی نداشت. عرصه عمومی جاییه که باید برای کل طبقه سرمایه دار مفید باشه، نمیتونه برای یه بورژوای معین. یعنی اون آزادی‌های سلبی که در عرصه جامعه مدنی برای بورژواها به رسمیت شناخته شده و غیر بورژواها، برای همه، در عرصه سیاسی به رسمیت شناخته نمیشه. نمیدونم تونستم بحث رو بگم. مرسی رفیق کامبیز. رفقا کسی دیگه ای دستش بالا نیست؟ اگر کسی دستش بالا نیست من وقت میدم به رفیقم کامبیز که جمع‌بندیش رو بکنه از بحث امشب. یه نکته فقط قبل از اون اگر اجازه به رفیق کامبیز میخواستم بگم که تو صحبت‌های خود رفیق کامبیز بود و به نظر من یکی از اون رگه‌هایی است که تو این بحث‌ها سر شکل‌گیری اندیشه مارکس توی این نوشته‌های اولیه‌اش باید حتما دنبال کنیم.
اونم اینه که در واقع آزادی خواهی انقلابی مارکس با این تفسیر و تعریفی که از آزادی داره که اونو کمونیسم میکنه. کمونیسم مارکس رو به هیچ وجه نمیشه از این آزادی خواهی مارکس جدا کرد. اینا یه چیزه. مبارزه مارکس برای آزادی همون مبارزه مارکس برای کمونیسم. و این رو خود مارکس 2-3 سال طول میکشه تا بهش برسه. ولی به این میرسه، به این نتیجه میرسه و اتفاقا سیر این تحول در این نوشته های مارکس که دنبال کنیم غنی بودن این نگاه مارکس برجسته‌تر و برجسته‌تر میشه و چجور با تمام سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های دوران خودش هم متفاوته، چون نه سوسیالیسم نه کمونیسم اختراع مارکس نیست، قبل از مارکس هم وجود داشتن و مارکس هم مطلع بود از اینا. 3-4 ماه قبل از اینکه خودش کمونیست بشه مقاله‌ای داره که میگه درش این کمونیست‌ها هیچ نظر خاصی ندارن، من بالاخره نفهم اینا چی میگن، تئوریای اینا چیه. یعنی خودش کاملا یه دید انتقادی داره اون موقع به کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های هم دوره خودش و به یه شکل ویژه‌ای به دیدگاه کمونیستی میرسه. و این بحث امروز شما به نظر من بسیار مقدمه خوبی بود برای باز کردن این روش نگاه به تکامل اندیشه مارکس که یکی از کمبودهایی است که مارکس شناسی همه ماها از این بعد از مرگ مارکس تا حالا ازش رنج برده. یعنی خیلی کمتر بودن توی سوسیالیست ها و کمونیست هایی که به این جنبه دیدگاه مارکس دقت کرده باشن. خیلی متشکرم از این که برای ما باز کردین. در ضمن امیدوارم بتونیم از شما در رابطه با خیلی از این بخشای دیگه که نظر دارین و امروز هم مطرح کردین، من جمله روانشناسی، من جمله ایران شناسی هم بتونیم ازتون بهره ببریم. خود من شخصا میگم خیلی علاقه داشتم اتفاقا دیدگاه شما رو راجع مزدک بدونم، این چون مزدک و جنبش مزدکی را یه پدیده خیلی جالبیه در تاریخ ایران، در برداشت های عوضی و غلط و نادرست هم ازش زیاد ابراز شده در نوشته های ایرانی. خوبه که ما از یه دیدگاه کمونیستی به این تاریخچه به اصطلاح این عقاید کمونیستی هم برگردیم دیگه و خودمون در ایران یکی از اولین اینا رو داشتیم، یکی از اولین جنبش های کمونیستی چه تو اروپا چه توی آسیای اون موقع در واقع همین جنبش مزدکی هست. و امیدوارم بتونیم یه جلسه هم داشته باشیم و شما لطف کنین در این بارم، چون دیدم قبلا هم راجع به این صحبت کردید، بتونیم از نظر شما در این باره هم بهره ببریم. خلاصه خیلی امیدوارم گذشته از این کتاب‌های اولیه مارکس وارد این جنبه‌های دیگه هم بتونیم در طول جلسات این فوروم بشیم. متشکرم از شرکتتون و متشکرم از همکاریتون با این اتاق و ادمین عزیز. شما صحبتی داشتید؟ بله بله، من می‌خواستم میگم که رفرنس اتحاد فعال یه دونه از تو چت یه دونه تکست زده بود البته که نمیدونم دیدین یا نه اون. اگه بله الان دیدم، بله الان دیدم، میخونم. چش مرسی سیای عزیز. نمیدونم، من سوالو میخونم رفیق کامبیز، نمیدانم چقدر وقت دارید اما یک مسئله لااقل از دید من مهم است، اینکه آزادی از دیدگاه مارکس چقدر با نحوه کار، عمل و کل زندگی ما خانایی دارد. میخواهم بگویم رسیدن به آزادی مارکس برای خود مارکس اگر بیشتر عمر میکرد ممکن و رسیدنی بود، چون مبارزش در هر دم و بازدمش بود. تشکل می ساخت، سازماندهی می کرد، از یک جایی به بعد جدن در صدر تجربه و مکانیزم سازی جهت رسیدن به آن آزادی ها بود. رفقای عزیز، پشت بحث من هیچ چیزی نیست، خیلی رفیقانه. چه تصور دارید؟ فقط با این بحثا
آن هم در سطح مجازی میشه به آن آزادی مارکس رسید. این نکته بود که رفیق اتحاد فعالان کمونیستمون مطرح کرده. اگه رفیق کامبیز میخواین در این باره هم حرف بزنین، گوشی خدمت. چشم، بله خیلی ممنون. این رفیقمون، البته اونا از ما بهترن، این بچه های افغان خیلی خوب تو کار پیاده کردن این اندیشه انقلابی مارکس از ما جلوتر رفتن، ولی به هر حال من خیلی باهاشون موافقم. بله ما هم بالاخره میخوایم اول یه مقداری عقایدمون رو جمع جور کنیم و با همدیگه در میون بذاریم، ولی خب مسلما ما میخوایم این تبدیل شه به یه جریانی که بتونه تیشه به ریشه هم سرمایه هم مردسالاری هم اسلام بزنه و فقط محدود به حالت روی اینترنت و اینا هم نخواهد بود. ولی فعلا خب این چیزیه که ابزاریه که ما داریم ازش استفاده میکنیم و زورمون میرسه دیگه. بالاخره یا ما یا شما رفقا یه کدوم زودتر این کار میکنیم یا در اتحاد با هم. شاید شما تو دهن چیزا بزنید، طالبانتون بزنید، ما هم تو دهن مسلمان خودمون بزنیم، بلکه بتونیم منطقه رو اصلا درست بکنیم، اقلا اولش تو اتحاد ما و شما. ولی خیلی حرفتون درسته و باشم موافقم. خیلی ممنون از این صحبتتون که کردی، خیلی دلگرم کننده است که شما هم مثل ما نتونستن روحیتون رو بشکنن، معتقدین که به هر حال باید کاری بکنیم و که کارستان باشه. در مورد صحبت هایی که شما کردی هرمز جان، خیلی نکات واقعا مهمیه. یعنی متاسفانه من هنوزم خودم به دقت نمیدونم چرا توی جنبش ما، از اولش از سوسیال دموکراسی بگیر تا بیای به انترناسیونال سه و استالین و فلان اینا، چه تو جریان های ماویستی چه بعدی، تو همه جنبش هایی که مال رفقای ما بوده یا بالاخره کسایی که با ما نزدیک بودن، متاسفانه این مسئله پیوند در واقع درونی و تنگاتنگ آزادی و کمونیسم اصلا فراموش شده. یعنی آزادی رو دیگه در بهترین حالت به عنوان یه چیز حاشیه‌ای گرفتن، اگر ور نداشتن اینو بکننش یه خواست لیبرالی، مثلا بگن آره لیبرالا خوبن پس ما از اونا هم پشتیبانی کنیم. اصلا خود آزادی همینجوری که تو گفتی خیلی عالی، خیلی دقیق، اصلا مارکس به کمونیسم از آزادی میرسه. یعنی وقتی میخواد ببینه بابا این چون ذهنش خیلی ذهن بازیه، وقتی میخواد بفهمه اصلا آزادی چیه، میبینه این آزادی اونی نیست که لیبرال ها میگن، حتی اونی نیست که دموکرات ها میگن. یعنی روسو هم اشتباه میکنه، هگل هم اشتباه میکنه، کانت هم اشتباه میکنه، علیرغم اینی که اینقدر ذهن اینا بازه، ولی یه محدودیت هایی دارن که نمیبینن که اون محدودیت ها به کجا میبره ما. در نتیجه آزادی که میگن در واقع آخرش میرسه به عدم آزادی. از اینجا مارکس میرسه که ها، آزادی که واقعا شایسته این نام باشه فقط در کمونیسم که تحقق پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه کمونیسم فقط خودشو محدود نمیکنه به آزادی سیاسی و حقوقی، کمونیسم فقط خودشو محدود نمیکنه به آزادی فردی و درونی و روانی. کمونیسم وقتی از آزادی حرف میزنه یعنی انسان به مثابه انسان بتونه آزاد باشه. همونی که میگه خودش، میگه ببین دغدغه متافیزیک در طی تاریخ، اینو تو دست نوشته ها میگه، دغدغه متافیزیک چی بوده؟ انسان، طبیعت، خدا. و همیشه سعی کرده ببینه چی میشه این قضیه، رابطه اینا با هم دیگه چیه، انسان با خدا یعنی متناهی و نامتناهی با هم دیگه چه رابطه ای دارن، انسان و طبیعت چی، یعنی سابجکت و آبجکت چه رابطه ای دارن. و با یه دیدگاه دقیق موشکافانه متوجه میشه که هیچ کدوم از مکاتب فلسفی نتونستن این سوال رو یه جوابی بدن که آدم بفهمه چی میگن.
آخرش همه میرن تو پرت و پلا. البته نمیگی که همش غلطه، هر کدوم یه نکته رو خیلی عالی گرفتن. مثلا یکی اومده یونیورسالیتی رو، جهان شمول بودن رو گرفته، گفته این یعنی نامتناهی. بعد کیقش گرفتن که خب حالا بالاخره این نامتناهی چیه، رفته تو پرت و پلا، یا میگه خدای افلاطون میگه ایده است، یا چه خب میگه نشد که جواب نیست، یه مجهول به یه مجهول دیگه تو تحویل بده. یا گفتن طبیعت، عینیت چیه، کاملا بیرون از ماه، کاملا درون ماه، یه ایده واهیه، چیه؟ طبیعت ما رو تعیین میکنه، ما طبیعت رو تعیین میکنیم. بازم مارکس میگه خب این جدایی و شکاف بین سوبژه و ابژه، بین سابجکت و ابژه، که یه طرفش میشه طبیعت همون ابژه، اینم نمیتونه جوابو بده. حالا اسمشو بذار ماده، اسمشو بذار مخلوقات خدا، هرچی میخوای اسمشو بذار، این توضیح نمیده قضیه رو، رول رابطه این دوتا رو روشن نمیکنه. بعد انسانه، هرچی میخوای بگی انسان چیه در طی تاریخ، یکی گفته نفسه، یکی گفته بدنه، یکی گفته ماشینه، ولی خب هیچ کدوم از این نام جواب نمیده. حالا مارکس اومده گفته که ببین جواب همه اینا در اینه که ما بفهمیم بشر در طی تاریخ به صورت از خود بیگانه اومده خودش رو شناخته، به جایی که بگه من خالق هستی هستم به دلیل شرایطی که اصلا منو میسازه، اومده گفته که یه چیزی تو هستی خالق منه. یه روز گفته خدای، مثلا خدا خالق انسانه و خالق طبیعته. خب این خدا خودش چیه؟ گفته دیگه راجع به این فکر نکن چون ناجور میشه، یه بلش کن، سوال نکن، خدای دیگه. مارکس اومده گفته نه، یه جواب خیلی روشنتری وجود داره، انسان خالق انسانه، انسانه که محیط زندگی کردن خودش رو میآفرینه، منتها یادش میره، فراموش میکنه، از خودش بیگانه میشه که بابا من بودم که اینو آفریدم، نه اون که منو آفرید. اینا مخلوق منن، اینا آفریده تلاش منن برای زندگی کردن و تداوم بخشیدن به وجود خودم، به هستی خودم. خب این خیلی جواب عمیقیه. از اینجاست که میرسه به آزادی، میگه که چون من آزادم، چون از قبل تعیین شده نیستم و به هر حال وجودم نافی تعیین پذیریه، پس منم که در آزادی خودم خودمو میآفرینم و تحقق میدم، دنیا رو میآفرینم. هر چیزی هم که بخواد منو بنده یه چیزی بیرون از خودم بکنه، نافی وجود منه، یعنی هستی منو داره میبره زیر سوال. هستی من منوط به آزادیمه و آزادی من فقط در شرایطی تحقق پیدا میکنه که نیروهای سرکوب کننده این آزادی رو از ریشه براندازن، اون میشه کمونیسم. در نتیجه این ستا قشنگ با هم دیگه پیوند خوردن. قبل از مارکس که خب خیلی تو عالم هپروتر بودن، اصلا نمیتونستن چیزها رو توضیح بدن، متفکرهای حتی متفکرهای خوب. بعد از مارکس متاسفانه هر کسی یه گوشه از این حرف رو گرفته و بعضی با شیادی نگفتن، مثلا هایدگر هیچ وقت نمیگه که بابا قسمت اعظم این حرفی که من دارم میزنم یه گوشه از حرف مارکسه، اینی که وجود موجود رو میسازه. مارکس گفته اینو، منتها به جای این لغت های قلمبه سلمبه گفته بابا جون انسانه که خود خودش رو میآفرینه. یه جنبه ماتریال داره، یه جنبه عینی داره، و این جنبه عینی یعنی تحقق اون توانایی ها و امکاناتی که در وجود انسان نهفته بودن. خب این حرف خوبیه، مارکس هم اینو گفته، ولی فقط این یه نکتهشه. اومدن اینو گرفتن دیگه، اصلا رسوندنش به یه نتیجه ضد خود مارکس، که اصلا این بیرونی، این بیرونیت چی بهش میگن، برون ایستایی، ابجکتیویتی ترجمه خوبش رو کردن برون ایستایی، این برون ایستاییه که منو تعیین میکنه، در حالی که خودش یعنی برون ایستایی، یعنی تحقق امکانات وجودی من،
نه اینکه اون منو تعیین میکنه. حالا ممکنه من خودم بیگانه باشم و فکر کنم اون منه، ولی منم که اینو آفریدم، منی که در واقع جزوی از نوع بشر هستم، نه من فردی. یا میگه مثلا مارکس تو دستنوشته یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه اگه میخوای روانشناسی انسانو بدونی، نگاه کن به تاریخ صنعت، تاریخ تولید، یعنی انسان چجوری خودشو تحقق داده. اون چیزهای تحقق یافته یعنی امکانات وجودی، امکانات روانی انسان. تو از این طریق انسانو میشناسی، نه اینی که اونا انسانو تعیین میکنن. اونا تبلور و تجسم و برون ایستایی انسانیت، انسانیتی که اومده بیرون به صورت موجودات واقعا هستیدار خودشو داره به ما نشون. و من فکر میکنم این شناختن دوباره مارکس، که دوباره هم نیست، در واقع شناختن یه بارجه بیچاره، این خیلی مهمه. من همیشه میگم شما نگاه کنین توی دنیا ظلمی که در حق مارکس روا داشته شده هیچ جا نمیبینی، یعنی هیچ جای دنیا شما نمیبینی که بگن حالا چرا ما بیایم آثار کانتو برای خودش چاپ کنیم، کانتو هگل و اینا رو با هم چاپ میکنیم. نمیشه، خیلی هم به هم نزدیک بودن ولی اینا دوتا آدم هم. بعد دیگه از اون بدتر بگن کانتو هگل و فیخته و شوپنهاور همه رو با هم دیگه چاپ میکنیم. خب بابا اینا چند تا آدم هم، ارسطو افلاطون دوتا آدم هم. ولی مارکس بیچاره یا شده هنوزم ما یه چاپ انتقادی آثار مارکس نداریم، همیشه با یکی دیگه است. در دوره چیزای انترناسیونالیسته که 4-5 تا شدن، مارکس و انگلس و لنین و چیزو، بعد ماستونگ هم بهش اضافه شد و تو کامبوج اومدن گفتن یارو پولپوت هم اضافه کن، حالا تو اینجا میگن آواکیان هم بهش اضافه. بابا خب نمیشه، این بدبخت خودش یه نظری داره، بس نظر خودش رو بفهمیم، نظر مخالفش هم بفهمیم یا موافقش حتی. و تفسیرایی که شده همینجوری که تو گفتی خیلی دقیق، متأسفانه توی تفسیرها اون نکات اساسی تفکر مارکس از قلم افتاده، یا چیزای دیگه ای رو گفتن که اونام خیلی عالیه ولی کمه. اهمیت مارکس به این مجموعه است که اینا رو، این مجموعه رو به هم وصل کرده، یعنی نقد مارکس به دولت و حقوق جدا از نقدش به متافیزیک و فلسفه و جدا از نقدش به اقتصاد نیست. نقد اقتصاد سیاسی همون نقد به حقوقه، همون نقد به متافیزیک. اینا رو باید در کنار هم دید، وگرنه خب با هم وصلش نکنی هر کدوم یه حرف خوبیه نسبتاً، ولی اونقدر رهایی بخش نیست. و کمونیسم مارکس هم اهمیتش در همینه، در همین پیوند دادن تمام جنبه های هستی انسان تو دوران مدرن. ممنونم، بله بسیار جالبه این نکته، و شاید به همین دلیل هم هست خیلی این نکته، جمله معروف مارکس رو تو مانیفست هنوز درست درک نکردن. اونجایی که مارکس میگه به قدرت رسیدن پرولتاریا پیروزی در نبرد برای دموکراسی است، دقیقاً بر اساس همین تفسیره. و نمیگم پیروزی در نبرد برای دموکراسی برای طبقه کارگر، پیروزی در نبرد برای دموکراسی رو کلی میگه، یعنی برای بشریت. به قدرت رسیدن پرولتاریا در واقع یعنی پیروزی در نبرد برای این آزادی که حقیقیه و واقعیه و ما میخوایم. واقعا میگم همین جمله ساده مارکس هنوز خیلی یک تفاسیر عجیب و غریب و پرت و پلایی ازش میکنن که آدم شاخ در میاد، در صورتی که به این شکل ساده میشه درکش کرد و فهمید. درسته. خیلی متشکرم که شما این بحث رو باز کردید. به هر حال برای حسن ختام اگه نکته‌ای مونده میخواید یه جنبندی از این بحثتون ارائه بدید در رابطه با بحث‌های آینده، فرصت دارید الان لطفا این کارم بکنید. شور اگر اجازه بدید. ببخشید من، می‌خواستم بگم که هنوزم یعنی سوال هست توی چت، نمیدونم تا کجا، یعنی فقط دو تا هست. خیلی خوب، هیچ اشکالی نداره، سوالا رو ما مطرح می‌کنیم. خیلی هم خوشحالیم که رفقا سوال می‌کنن.
رفیقمون جی ای یه سوال دیگه ای کرده، فکر کنم تفاوت هست بین آزادی و رهایی، اینطور نیست؟ کارگر به قول مارکس آزاد است، نیروی کارش را بفروشد، اما آزاد نیست خودش را از کار مزدی رها کند. این سوالی است که همون رفیق جی ای مجددا کردن. رفیق کامیزایی میخواین جواب به این سوال رو بدین؟ من بعد سوال دومی رو بخونم بر خودم بعد براتون میگم. بله بله، حرف جالبیه، چون رهایی یعنی آزادی از اون قید و بندایی که برای ما طبقه حاکم قائل شده. آزادی خب یعنی تحقق اون امکانات وجودی که در ما، حداقل در بخشی از ما مثل زنها، طبقه کارگر، روشنفکرها به ودیعه گذاشته شده و این دوتا میشم از نظر کانسپچوال، از نظر مفهومی از هم دیگه جداشون کرد تا حدودی. درست میفرمایید. من قبل از اینی که وقتمون تموم بشه میخواستم اون بحث دیگه ایم که هرمز گفت یه اشاره بکنم بعد از این سوالی که شما لطف کنین و برام بخونین. اون مسئله مزدک بود که خیلی به نظر من مهمه، دلم میخواد راجع به اونم یه دقیقه فقط بگم. بفرمایید بفرمایید. نه میخواین سوال شما اول به من بگین که سوال رو جواب داده باشم. باش. با تشکر از رفیق کامبیز، در بحث شما مخالفت مستقیم این بحث از یکی از حاضرین در اتاق به اسم علی اچ، با تشکر از رفیق کامبیز، در بحث شما مخالفت مستقیم و جدی با اسلام و همچنین مسلمانان وجود دارد. به نظر من به نظر میرسه متد مارکس در مبارزه با مذهب تفاوت جدی با روی کرده شما داره. مقدمه نقد فلسفه حق هگل در این زمینه خیلی راه گشاست. بدون تغییر مناسبات و ایجاد تغییرات رادیکال و ساختاری و بدون شکل‌گیری پراکسیس جمعی، صرف اتکا به آگاهی آتئیستی محتمل صفوف مبارزه طبقاتی را تضعیف بکنه و نه برعکس. و نکته آخر، حمله به مسلمانان بیشتر شبیه موازه جریانات دست راستی غربی و پانیرانیستا است تا چپ رادیکال مترقی. این نکته رفیقمون، اگه میتونین جواب اینم بدین لطفا. بله چشم. اینی که میگید که دست راستی، که من اصلا فکر نمی کنم، اگه خاطرتون باشه توی آمریکا تا همین چند ماه پیش گفتن اصلا بیان یه لایحه حجاب بیاری که حجاب به عنوان یه شکل فرهنگی چیز باشه، و وقتی دیدن توی ایران مردم اینجور دارن مبارزه میکنن و کشته میشن که بگن آقا جون حجاب زوره. یعنی اتفاقا کسی که همیشه از مذهب اسلام به خصوص استفاده کرده برای سرکوب هر نوع آزادی خواهی، جریانای سرمایه‌داری غرب بودن، به خصوص انگلیس. ولی فقط انگلیس نه، آمریکا هم خیلی رول داشته و هر کدوم از این کشورهای دیگه که زورشون رسیده. فرانسه مثلا، شما نگاه کنید توی اندونزی حدود 2 میلیون کمونیست رو کشتن، مسلمونا کشتن، یه امر خصوصی نبود، و مسلمونایی کشتن که ادعای مبارزه ضد استعماری اینا هم داشتن، یعنی طرفدار سوکارنو بودن. 2 میلیون پاکستان دژ ارتجاع از کی؟ اوه، از اون زمانی که هند خواست از انگلیس درست بشه، فورا انگلیس ها رفتن اونجا براشون این دستگ و دنبک اسلام رو علم کردن، پاکستان شد اسلامی. شما نگاه کن از اون موقع تا حالا چند تا کودتا شده، چقدر آدم رو کشتن. خود پاکستان به عنوان یه جریانی که اسلام رو میخواست جلو ببره، توی افغانستان چیکار کرد؟ اون خط دوران هست، یه منطقه بزرگی از افغانستان رو تبدیل کرد به یه پادگان ارتجاع، برای اینکه همون رفرمای آبکی پرچم و خلق و اینا رو هم نذارن انجام بشه و عملا هم نذاشتن. اونجا طالبان رو از اونجا راه انداختن دیگه.
بازم اسلامه. میخوام بگم که ببینید چه از نظر سیاسی و چه از نظر تئوریک اسلام به عنوان یکی از ستونای ارتجاع باید مورد حمله قرار بگیره از طرف ما، که اتفاقا با حرف مارکس خیلی خوانایی داره. مارکس میگه اون شرایط اجتماعی که این مذهب یا هر مذهبی رو به وجود آورده رو باید خشکون، کما اینکه در تو مسئله یهود میگه یهودیت برای اینکه از بین بره باید کاسبکاری و دنبال منافع بازاری و ربا و اینا رفتن رو بذاریم کنار. خب در مورد اسلام به نظر شما نهادهای اجتماعی معینی نداره که احتیاج داره سرکوب بشه، نابود بشه حتی، برای اینکه مردم ما بتونن نفس بکشن؟ یعنی اسلام که یه عقیده نیست که. اسلام میگیره زنه رو سنگسار میکنه اگر یارو چادر سرش نیست، اگر دست معشوقش گرفته داره راه میره. اسلامه که میگه به دختر 9 ساله باید تجاوز کرد، به زندانی سیاسی باید تجاوز کرد، باید انگشتا و دستاشو برید. خب این که دیگه عقیده خصوصی نیست که. یعنی چجوری ما با این جریان بخوایم مبارزه؟ عرض من این نیست که شما دارید این حرف رو میزنید، ببخشید من هر وقت که راجع به اسلام میشه فشار خونم میره بالا، چون خب هممون زدن کشتن این سگ پدرا، نمیتونم تحمل بکنم. ولی میخوام بگم که بابا اسلام اضافه بر این که یه جهان بینیه، یه شیوه زندگیه، یه عالم نهادا داره، نهادایی که تحمیق میکنن مردمو، سرکوب میکنن، قتل و غارت توش هست. شما تاریخ اسلام رو ببینین، تاریخ قاچاقچیگری و قتل و غارت و تجاوزه از اولش، از صدر اسلام، از زمان محمد. محمد اصلا کار اصلیش قافل زنی و دوز و چیز بوده، قطاع طریق بوده، پنهانم نمی کنه. من یادمه حتی زمان شاه که مسلمان هم تو قدرت نبودن، یا عالمه از اون تعلیمات دینی مزخرفی که به ما مجبور میکردن بخونیم راجع به غزوات بود. غزوات چی بودن؟ یعنی قافل زنی یارو زندگیش از این را میگذشته. بعدن که به قدرت رسیده بر اونا یه چیز دیگه هم اضافه کرده، اسمش گوشه جهاد، بریم بکشیم، بزنیم، غارت کنیم، به زنها هم تجاوز کنیم. خب حالا ما بگیم که این قضیه یه قضیه ای که فعلا نباید باش مبارزه بکنیم؟ به نظر من نه، اتفاقا باید خیلی باش مبارزه کنیم. یعنی شما نگاه کنین، همون جوری که آلمانا باید با نژاد پرستی و نازیسم مبارزه کنن، ایتالیایی ها با شوبینیزم باید مبارزه کنن، نمیدونم آمریکایی ها به نظر من با پراگماتیزم باید مبارزه کنن. هر کدوم از جوامع یه نقطه ضعفی دارن. نقطه ضعف جامعه ما هم اسلام بیشتر از جوامع اسلامی دیگه، برای اینکه ما دو برابر وضعمون خرابه. یکی خود اسلامه که یه جهانبینی مبتنی و یه شیوه زندگی مبتنی بر قتل و غارت و تجاوزه. یکی دیگه این که ما شکست خوردیم و توابیم. یعنی ما همه خودمون میایم اعتراف میکنیم که ما خیلی دوست داریم که بهمون تجاوز بشه، تو سرمون بزنن، تحقیرمون بکنن و بگن که شما زبونتون خراب. من وقتی که تو دبیرستان بودم یادمه که معلمامون حتی همه به ما میگفتن زبون عربی کاملتره. من عربا رو خیلی دوست دارم، هیچ ربطی هم به اسلام نداره. متحدین اصلی ما تو مبارزه ضد اسلامی اتفاقا عربا هم. ولی میخوام بگم که یعنی ما اینقدر تحقیر شده بودیم که زبون خودمونو میگیم ناقص. زبون که ناقص کامل نداره که، ما میگفتیم زبون فارسی ناقصه. یا نمیدونم این نمازی که آدمای ایرانی مسلمون میخونن، هیچ وقت فکر نمیکنن که این چه جنبه معنوی. من چرا روزی 5 دفعه در واقع باید برم مثل یه تواب اعتراف کنم که بابا این یارو رئیسمون بوده، اون یکی اینجوری بوده، پیغمبر محمد، علی نماز؟ خب یعنی چی؟ یه جنبه اخلاقی داشته باشه، مثلا بگه من سعی میکنم پاک باشم، فلان باشم، با صداقت. این از این حرفا نیست. اعتراف مثل اینکه 5 دفعه میبرن جلو قاضی شهر، تو باید بگه بابا گو خوردم، آره این یارو پیغمبره، پیغمبر اون یکی. همش مبتنی بر این چرندیات و زورگوییه. یه نکته بگم فقط، ببخشید من امروز افتادم به حرف پدر شما رو در آوردم. یه نکته دیگه هم بگم که تو گفتی خیلی نکته مهمیه، این جریان مزدک خیلی خوبه.
از یه طرف که به ما نشون میده مزدک، چون دیگه حرف ما نیست، توی حرفای اون دو تا نکته هست، یکی آزادی زنای، یکی نفی استثماره، نفی طبقاته. به نظر مزدک خیلی مهمه که طبقات اینقدر شکاف بینشون نباشه، و اگر یه چیزی هست، یه ثروتی، غذایی، چیزی هست، باید تقسیم شه بین همه مردم، نمیشه دست یه عده‌ای باشه. به همین ترتیب هم زن و مرد باید آزاد باشن توی انتخاب پارتنر رومانتیکشون، توی انتخاب معشوقشون، و این کار غلطه که یه عده حرمسرا داشته باشن. من اینو قبول ندارم. و مزدک کی بوده؟ مزدک خودش یه موبد زرتشتیه، یعنی مزدک یه آدم نیست که از بیرون اومده، مثل بابه، یه آدمیه که توی اون دینه و معتقده که ما باید برگردیم به منشأ همین دین، یعنی گاته ها. برخلاف شما که میرید به یه کتاب های دیگه مراجعه میکنید، کتاب اصلی که همه فرقه های زرتشتی قبولش دارن گاته های، و تو گاته ها این حرفا رو گفته و درست هم میگه. امروز که ما ترجمه های بهتر هم داریم، میبینیم تو گاته ها راجب آزادی انسان، راجب خیرات، راجب اینی که زن و مرد با هم برابرن و هر کسی باید تصمیم بگیره، راجب عشق، راجب این چیزا صحبت شده. اینه که خیلی مهمه ما ببینیم که مزدک و بعد از اون بیشتر از مزدک بابک چقدر واقعا مربوطن به سنت رهایی بخش کمونیستی و سوسیالیستی، نه به سنت ناسیونالیستی. ما اصلا توی نوشته های مزدک، مال مزدکی به دستمون نرسیده، تو چیزهایی که مثلا به بابک و مزدک نسبت میدن یا نوشته هایی مثل گاته ها، هیچ جایی چیزی مبتنی بر اینی که یه قومی بر قوم دیگه برتری داره یا ناسیونالیزم یا فلان اینجور چیزا نمیبینی. ولی راجب آزادی، راجب ارج نهادن به کار، به تولید، راجب اینکه محیط زیست رو باید حفاظت کنیم، راجب زنا، راجب این نکته ها خیلی حرف داریم و آزادی. برای همینم به نظر من خیلی مهمه که ما به عنوان کمونیست بتونیم کلیم کنیم بعضی از این متفکرها و مبارزین جامعه خودمون، همونجور که مارکس، اسپارتاکوس، نمیدونم چیزها رو، آدمایی رو کلیم میکنیم که از خودمون، یعنی میدونیم که برای رهایی بشر کار کردن، و به نظرم خیلی هم مهمه. مارکس نه به دلیل آلمانی بودنش، به دلیل اینه که کمونیسته ارزش میذاریم بهش. خب سوالات دیگه تمام شده. رفیق دیگه ای رو من در لیست نمی بینم. ادمین عزیزمونم که یادآوری دیگه ای نکرد. در نتیجه مثل که شما آزادید که جنبندیتون رو ارائه بدید رفیق آمیز. چشم. من به نظرم میاد که توی این سلسله بحثایی که احتمالاً پیش خواهیم برد تا همین یکی دو ماه دیگه که برگردیم ایران جمهوری سوسیالیستی خاورمیانه رو درست بکنیم، من فکر میکنم که این مسئله نقد مارکس به تمام جنبه های جامعه سرمایه داری و دوران مدرن و خیلی مهمه که در کانونش هم همین آزادی، اینو خوب بشکافیمش و سعی میکنم تا جایی که در توانم هست، بذات علمی اجازه میده، این کار رو انجام بدم با کمک تو رفیق و بچه های دیگه که احتمالا کمک خواهند کرد، اینو قشنگ بازش بکنیم که ما بتونیم اون بدیل، اون چشمنداز کمونیستی راستکی رو که مارکس شروع کرد بعد یواش یواش ول شد، اصلا کسی دیگه دنبالش نگرفت، دوباره مطرح کنیم که امروز که سرمایه داری اینجور تو بحرانه و در واقع تمام چیزش و مشروعیت خودش از دست داده و داره خودش فرو می پاشه، به جایی که نظریات ارتجایی، حالا یا مذهبی یا غیر مذهبی، نظریات ارتجایی مذهبی از یه طرف، نظریات ارتجایی مثلا محافظه‌کار و فاشیستی و چه میدونم نژادپرستانه و استعمارگرانه و اونا بخوان بیان،
ما بتونیم نشون بدیم بابا راه حلی وجود داره. اینطور هم نیست که اگه سرمایه داری از بین رفت و فرو پاشی دیگه بشریت داره فرو می پاشه. نه، یه نظام اجتماعی مثل نظام های دیگه اجتماعی، همونجور که فئودالیسم یه روزی اول لجیتیمیسی مشروعیتش از دست داد و بعدا دیگه نتونست رو پا وایسه، یه نظام دیگه ای با یه ارزش های دیگه ای با یه شیوه زندگی دیگه ای اومد جاشو گرفت. همینطور بردهداری این اتفاق براش افتاد، همیشه هم به طرف خوبتر نرفته، ولی خب از بین میره، نظام های اجتماعی از بین میره. به همون ترتیب الان سرمایه‌داری دیگه مشروعیتی نداره، هر روز داره از امروز به فردا میکنه که بلکه یه روز دیگه هم به عمرش اجازه بده. ولی سیستمی که اگه از خونت تو میای بیرون تو خیابون جا برای راه رفتن نیست، از بس مردم بی خانمونن، مردم دنیا دارن از گرسنگی میمیرن، و در حالی که یه چقدر 4% 5% ثروتمندای دنیا به اندازه تمام 90% دیگه ثروت در دستشونه و چقدر هر روز بیشتر دارن تولید میکنن. این نظام مشروعیت نداره، خود طبقه حاکم هم دیگه نمیتونه ادعا بکنه که من این نظام رو میخوام نگه دارم. برای همینم هم خودش داره خودش رو دیسمنتل میکنه. یعنی مثلا بوش اومد نظام حقوقی رو در واقع از بین برد، گفت ما شکنجه هم میکنیم، آدم ها رو هم میدوزیم، ترور هم میکنیم، کلینتون هم بیشتر از اون کرد، همینجوری بی خودی هم یکی رو میکشیم، گردنمون هم کلفته. خب آره میدونم گردنت کلفته، ولی سرمایه داری روی این حکومت قانون پایه‌گذاری شده بود، با اینی که یه عالم محدودیت ها داشت و خیلی هم چیز مزخرفی بود، ولی بالاخره تو اگه حکومت قانون رو برداشتی یکی از پایه های مهم سرمایه داری رو داری میبری زیر سوال. به همین ترتیب پزشکی تو بحرانه دیگه، پزشکی جواب نداره برای مسائل. اون علمی که مبتنی بر جدایی جسم و روح بود امروز اعتبار خودش از دست داده. حالا بعضیا با جادو جنبل برگشتن که روح هم از اونوری، نمیدونم از طریق اسپریچوالیتی و فلان، ولی به هر حال میگن این دیگه دوا درمون نیست. کشاورزیش اومد تکنیک رو ببره جلو، بدتر انقدر دیگه چیزای مسموم و بیماریزا به وجود آورد که عملی نیست. یعنی میخوام بگم سرمایه داری تمام نهادهایی رو که به وجود آورده بود محدودیتشون به حدی رسیده که نمیتونن خود سیستم رو حتی نگه دارن. الان موقعی که ما مطرح بکنیم و ایضاح یعنی روشنش بکنیم این آلترناتیو مارکس رو که به طور همه جانبه این نظام رو هم زیر سوال میبره، هم میگه چرا اینجوریه و هم میگه که راه نجاتمون کجاست، برخلاف خیلی از متفکرهای دیگه که خیلی حرفای خوبی هم میزنن. مثلا به نظر من خودم فوکو خیلی حرفای خوب داره، ولی خب یه عالم پرت پلا میگه چون نمیتونه بگه که این جنبه های مختلف چجوری با هم مربوطن. ولی در نقدش به بیمارستان و تیمارستان و زندان خب یه نکات خیلی جدی رو مطرح میکنه، یا همه خیلی از متفکرهای دیگه که به عقل، به سوبژه، به سابجکت، به چی بهش میگن خود آینی، به اینا انتقاد میکنن. حرفشون خوبه ولی کمه. مال مارکس جالبیش اینه که اینا همه رو به هم مربوط میکنه و نشون میده ریشش در خرید و فروش آزادانه نیروکار و استثمار طبقه کارگر و اضافه ارزش، حرص اضافه ارزشه. یعنی از نظر استراکچرال هم برامون نشون میده که چرا این نظام داره میپاشه، نه فقط از نظر عقیدتی و از نظر مشروعیت، بلکه کل نظام نمیتونه خودش رو پا نگه داره. گرایش نزولی نرخ سود اصلا امکان سوداوری داره از بین میبره. یعنی اون چیزی که خون سرمایه داریه، اون چیزی که قلب تپنده سرمایه داریه داره وای میسه. اگه سوداوری نباشه که سرمایه دار که دیگه اصلا نمیخوان این سیستم رو نگه داره، فقط باید سوداوری باشه و اونم داره از بین میره. اینه که من فکر میکنم این بررسی مارکس و شناختنش بدون پیش‌داوری خیلی رهایی بخشه، هم برای جنبش هم برای خودمون خیلی خوبه که ناامید اینا نشیم، متوجه بشیم با یه جواب خیلی خوب و شسته رفته هم هست. خیلی ممنون از اینی که در عرایض من گوش دادین و ببخشین اگه زیاد حرف زدم، اینکه هیجان زده که میشم از دستم در میاد. اختیار دارین رفیق کامبیز، ممنونیم از صحبتتون.
صحبت رفیق کام صحبت بعدی، معذرت میخوام، منم یه ذره حواسم پرت. صحبت بعدی رفیقمون کامبیز درباره همین نکته است که آخر سر گفتم، یعنی شروع کنیم از نقد دولت مدرن در ادامه همین بحث آزادی، شروع کنیم از نقد مارکس بر دولت مدرن از دیدگاه دقیقا همین آزادی که مارکس تعریف میکنه، و اینا امیدوارم خیلی روشنتر کنیم بحثی که امروز رفیقمون کامبیز باز کرد. جلسه هفته بعدمون هم خدمت رفقا بگم از رفیقمون یاسمن قرار ارائه بده، یاسمن میزر، درباره هوش مصنوعی. به هر حال میدونیم که این هوش مصنوعی روزا خیلی مسئله جدی و مهمی داره میشه. خیلی میبینید خیلی از خود متفکرهای بورژوایی امروز الان نگرانند که این هوش مصنوعی در دست این سرمایه‌داری و این دولت‌های آدمکش امپریالیستی بیفته چه بلاهایی ممکنه سر انسان‌ها بیارن. بنابراین این مسئله اتفاقا مسئله خیلی مهمیه. این رو رفیقمون یاسمن قرار هفته بعد باز کنه. در ضمن از همه رفقایم هم که شرکت کردن تشکر میکنم. امیدوارم مثل من از این بحث خیلی استفاده برده باشن و ما رو در جلسات بعدی هم تنها نذارن. نوارهای به صورت صوتی و تصویری این صحبت ها در یوتیوب و در ساند کلاد خواهیم گذاشت، لینک هاش هم همیشه تو سایت و اتاق هست. امیدوارم رفقایی که به اینا رجوع میکنن و خوششون میاد یا مایلن در تماس با ما باشن حتما ایمیلشون هم برای ما بفرستن که ما تو لیست ایمیل ها بذاریم که همیشه خبرها اتوماتیک دستشون برسه. و در ضمن این چنل هایی رو هم که میبینید یه سابسکرایب هم بزنید که در سرچ انجین ها بهتر بیان دیگه. امیدوارم این کارم رفقا بکنن. منم از خدمت رفقا دیگه خداحافظی بکنم و امیدوارم ادمین های عزیزم خسته نباشن. تا هفته بعد. خیلی ممنون. لب خوش. خیلی ممنون. خسته نباشید. مصر رفیق. کامبیز. خیلی ممنون از محبتتون و همکاریتون. لطف کردین همه. خیلی ممنون. خیلی استفاده بردیم و به امید جلسه‌های دیگه.